دوستان سلام، ممنون از تمام نظراتی که برای ما فرستادید بعد از اینکه قسمت اول سریال ترانزیت اومد بیرون. ما فکر میکردیم به خاطر محدودیت سرعت اینترنت نمیشه یک دونه قسمت کامل رو که حدود 30 دقیقه است براتون یه جا بذاریم. برای همین تصمیممون بر این بود که سه بخشش کنیم و در هر بخش 10 دقیقه و در هر فاصله هر 4 روز در واقع براتون یه بخش رو بفرستیم. اما گویا نظرات شما این بود که نه، میتونید ببینید کامل و این محدودیت وجود نداره و اتفاقا علاقه دارید که همه قسمت رو با هم ببینید. برای همین ما تصمیم گرفتیم که از این به بعد هر قسمتی به طور کامل پخش بشه و هفته یک بار یک قسمت کامل 25 دقیقه‌ای از ترانزیت بیاد و امیدوارم که ما رو دنبال کنید و خوشتون بیاد و ترانزیتی بشید. تا بعد. آنچه گذشت. در خدمت سرهنگ تهیه کننده عزیز و بچه‌های پروداکشن هستیم. داریم میریم به مرکز شهر تورنتو برای هالووین. اینجا خیابون چرچ بود، حالا میخواییم بریم به بزرگترین هالووین پارتی سال. های صبح امید وطن جلوه کن تو منحتن، دیگه طاقت ندارم اونایی که تو قربتن، بشن و سوپر سخنم شده سر نیست دهنم، همه یه جان و تنم پسته و آجیل و گز وطنم، آخ وطنم وای وطنم، لندن و الی و تورنتو دیگه جو وطنم، آخ وطنم وای وطنم، بزرگترین پارتی سال. چه بزن و برقصی باشه اونجا. میرسیم الان دیگه. آره دیگه گفتم تورنتو دیگه. میگم شما میخوای خود گاز بده زودتر برسیم. آقا اصلا بیا ببین صدای ماشین رو، اصلا جلومو نمیبینه. آقا حالا میخوای بزن کنار ما یه دستشویی بریم اولا تا میرسیم. سال ببینم یه غذا بزنیم تو مسیر. آره این کوچه خوبه که اصلا دیگه بیلیریانته. دستشویی صحرایی یک. برو چون معلوم نیست کی برسیم. آقا یه سیگار بده اصلا. یا اگه امشب یه طوفانم بیاد دیگه همه چی کامله. دست درد نکنه. تو بطر عرق رو چیکار کردی؟ بطر عرق؟ نمیدونم، دست رضا بود. اون بطر عرق رو چیکار کردی؟ یخ زدی ها؟ برش اومدیم کمش بابا، یک ساعت اومدیم الان یه ساعت دیگه مونده. بیا برو کمش بونده آقا. همین پشت این پیچه پیچه برو مشکل بیش، هنوز بگه 36 کیلومتر تا اون یکی که بخواد بپیچیم. موبایلش هم بر نمیداره. منم خوابم میگیره ها. آقا نخواب. آقا رسیدیم. پاشو بزرگترین ایرانیان شروع شد. جاز؟ بزرگترین ایرانیان. دیرین دیرین دیرین. آقا یه دست آبی به صورتتون بزنید. خیلی زایه است اینطوری. بریم بگیم ایرانیان. اون بولویش نزدیک بود آیانی؟ آره با یک بود. به مولا حالو به پارتی پرمان یه دونه است. میریم
ترانزیت ایستگاه وطن در گربت. الان در بزرگترین هالووین پارتی سال تورنتو هستیم و همونطوری که میبینید بیشتر ایرانی ها اومدن. کلا امشب که هالووینه چرا اومدی اینجا نرفتی دانتان؟ علاوه در و دف ایرانی بهتره، علاوه موزیک خارجی بهتره. پس میفهمی که تو در و دف رو ترجیح میدی؟ Obviously yo. هالووین چند وقته میای؟ من امسال اولین سالیه که میام، هر سال با بچه‌هام میرفتیم در کودتا برای شکلات جمع کنیم، ولی امسال اولین سالی که تنها اومدم با دوستان اومدم. این لباس لوک خوششانسه؟ هیچ ایده خاصی پشت این نیست، من فقط همینطوری یه چیزی که این کلا از همسایه‌ام گرفتم و یه حالت آره لوک خوششانس. ببین من از داونتاون پا شدم اومدم برنامه آب تاون. کدوم برنامه ها بالتر بود؟ من ترجیح میده با هموطن خودش، یعنی گروه هایی که به هر حال آدم بیشتر احساس تعلق میکنه به این کامیونیتی با اونا در ارتباط باشه، ولی به هر حال یه سری مشکلات هم هست این وسط. به سرای ایرانی میرن سمت دختره خارجی، خیلی خوبه خیلی خوبه، منطق دخترای ایرانی میمونن رو مارکت. این الان دخترها مونده؟ بله دخترای ایرانی. آره چرا؟ چون پسرای همسن و سالشون میرن خارجی میگیرن. دخترها باید چیکار کنن؟ دخترها باید راحت بتونن کامیونیکیت کنن، راحت ارتباط برقرار کنن. اینجا ایران نیست، اینجا به قول معروف رول آف دی گیم خودشو داره. ترانزیت ایستگاه وطن در غربت. به نظر مهمونی های ایرانی بالتره یا مهمونی های خارجی؟ مسلم ایرانی. چرا؟ با موزیکش بیشتر میتونیم حال کنیم. لباسی که پوشیدی چیه؟ لباس خاصی نیست، فقط یه ماسک زدم. آقا دمت گرم، شب چطوره؟ آقا عالی، دم شما گرم، به مولا خیلی مخلصی. من نوکرم. آقا مهمونی ایرانی بالتره یا خارجی؟ خواهی چی فکر میکنی؟ خوشگله. خیلی نوکر. ولی آخر معلومه داره. ببین معلومه مهمونی ایرانی. بابا چه سوالیه میکنی دایاش؟ آقا هالووین خارجیه. غلط کرده، خارجیه. من خودم با این چاقو ایرانیش میکنم داش. شما کارت درسته. نوکرت هم به کار شما نمیکنن. نوکرم خوشگلم. نه اینه که کامیونیکیشن درست نیست، یعنی ماها از یه نسلی اومدیم، ما در یه برهه‌ای از تاریخ به دنیا اومدیم که انقلاب شده بود، بعد جنگ شده بود، ما خیلی نسبت به مشابه خارجیمون خیلی پیشرفت پیچیده تر هستیم. همه با هم دوست هستیم، فرهنگ ما آداب و رسوممون یه شکله. خیلی مهمونی های خارجی هم پایین شهر بود که مرکز اصلی هالووینه. چرا؟ چرا خواستی بیای اینجا؟ به خاطر که دوستام اومدن، هممون با هم اومدیم، فکر میکنم شب قشنگیه. خیلی ممنون، مرسی. ترانزیت دیرام دیرام آخ جون میخوام برم، آخ جون عظیم‌وری، آخ جون قرکمری، آخ جون آذر خانم جم جم سلام. ببین چی شدم، بگو ماشالله. خوشگل، خوشتیب، خوش لباس، خوش مشرب جون. بازم نشد این صدای دلنواز شما رو بشنویم، حالمون جا بیاد. جونم برات بگه امشب اینجا هالووینه. هالووین یعنی این که هالووین هالووینه دیگه خانم، یعنی همون قاشق زنی خودمون. داغ دلمون تازه شد. چی بودیم، چی شدیم؟ جوان، خوشتیب، خوش لباس، خوش مشرب، با موهای کرنلی، لباس افسری، چکمه های واکسی. یادت خانم چهارشنبه سوری بود که چشم ما به چشم شما روشن شد؟ چه آتیشی بود، به به. اومدم از روی بوته بپرم که نگاهم به شما افتاد. این پام به اون پام گفت زکی، صدوان یکی. خوب یادمه وسطای زردی تو از من بود که دوستان مجبور شدن با بیل خاموشم کنن. قاشق زنی هم قاشق زنی های قدیم. عجب دورانیه این عاشقیت. میبینی که
امشب لباس دوست دریایی پوشیدم. فکر نکنی خدایی نکرده زده به کلم ها. با لباس سرنگی که نمیشه از این کارا کرد. نظام جای شوخی نداره. خلاصه اینجا رسم لباس رو ترسناک میپوشن و بچه ها رو میترسونن. هیچ چیز اینجا مثل آدمیزاد نیست. اون وقتم بهش میگن تریکو تریت. تریکو تریت، تریکو تریت. میام دم در خونه از خودشون صدا در میکنن. اون وقت من باید بخندم. آناناس، ببین آخر عمری ما رو به چه کارا که وا نمیدارن که آخه. یادت دوره خدا بیاموز رفتیم مهمانی بنمسکی، همون که عمو یدل هم بود. خدا رحمت کنه مرتضی قلی خان رو. چه کارا که نکردیم، چه رقصا که نکردیم، چه چیزا، چه حرفا. آدم رد داره. خلاصه که خیلی دلم برات تنگ شد. دیگه آخرشه. گفتن تا یه ماه دیگه اقامت درست میشه و میام پیشه. این لباس دست دریایی رو هم میارم که با هم یک بالماسکی بازی کنیم. در میزنن. من برم که هالووین شروع شد. کامینگ! آی کامینگ! بزرگترین مهمونی هالووین سال مال ایرانی ها بوده اونور دنیا. حالا مهمترین مهمونی چهارشنبه سوری سال وسط دل تورنتوه. بیم بریم چه جیر هستم، عظیمی، اینجا میزون نایت کلاب هستش، واسه چهارشنبه سوری اومدیم اینجا با بچه ها. اینجا برنامه چهارشنبه سوریه سنت دیرینه ایرانی هاست که آقا هر ساله چهارشنبه آخر سال رو جشن میگیرن. ما هم اومدیم برای چهارشنبه آخر سال این جشن رو داریم برگزار میکنیم که آقا یه جشن باستانیه برامون. ما هم اومدیم آقا طبق آقا سنت همونو داریم پیادهش میکنیم، ولی اما آتیش ماتیش خبری نیستش. اینجا کاناداست، چی جرأت این کارا نیستش. یادم یه سال آتیش روشن کردیم، زنگ زدن همسایه‌ها به آتیش نشانی گفتن که اینا چیکار میکنن. نه حالا باید صحبت کنیم اینا، بهشون توضیح بدیم که همچین سنتی هستش. شما میدونید که شب چهارشنبه سوری وقتی که از روی آتیش میپری چی میگی؟ سرخی زردی تو واسه من، سرخی من واسه تو هم چیزی میسیم. حالا زردی و سرخی دیگه حالا یه چیزیش برای من یه چیزی جانه. یعنی اینکه زردی و مریضی رو از من بگیر و سرخی و تراوت و شادابی تو به من بده. آتیش چهارشنبه سوری با هالووین فرقش اینه که بالاخره این یه ترادیشنال ایرانی ها هستش که چهارشنبه سوری به اصطلاح ما از رو آتیش میپریم و به اصطلاح بدیا یا اتفاقای بدی که داریم میخوایم با این 13 به در بکنیم یا به هر حال از رو آتیش میپریم که این چیزا به چجوری میگن؟ میگه زردی من از تو، سرخی تو از من. یعنی چی؟ آقا معنیش رو دقیقا نمیدونم اینو دیگه من. پدر چهارشنبه سوری از نظر من فکر کنم زرتشت باشه. چهارشنبه سوری داستانای زیادی داره. یکی از داستانایی که من راجبش خوندم اینه که زرتشتیا همیشه عید رو به موقع جشن می‌گرفتن و یه بار عید چهارشنبه می‌افته و اینا اشتباهاً شنبه رو جشن می‌گیرن. و تا آخرین تا به امروز ما از آخرین چهارشنبه سال عذرخواهی می‌کنیم
که اشتباه شنبه رو جشن گرفتیم برای عید. معمولا رسم اینه که شب هر روزی رو جشن میگیرن تو ایران، شب تولد، شب چهارشنبه سوری، شب عید. این چند وقته البته ما هم این کارا رو میکردیم، الان نمیخوام نصیحت بکنیم که نکنی ترقه بازی ترقه اینا میکردن و اینا دیگه یه سنتیه، ولی خب اصلیش به نظر من همون آتیشه که عروش میپرن. چهارشنبه سوری ایران نارنجک داره، اینجا نداره. ایران یه سر خطرش بیشتره اینجا، به هر جهت ایرانی ها رسمای خودشون رو هر جا باشن به جا میارن. من سر و صدای اون رو بیشتر دوست دارم. امشب همه جوره آهنگ هستش، آهنگ موزیکای خارجی هستش، موزیکای ایرانی هستش، ولی اما چی؟ ما بیشتر آقا با موزیک ایرانیش داریم چی کار میکنیم؟ دنس میکنیم، چیزها رو آقا داریم پیاده میکنیم، چون که چهارشنبه سوریه، یه سنت دیرینه قدیمی ایرانی مونه. اینجا دختربازی دیگه هیچی دیگه هستش دیگه، بین ایرانی ها یه جور خاصه دیگه، عجیب غریبه که بین هیچی نیست. کلابین بهتر هستش، بله، به خاطر اینکه یه جایی هستش که بالاخره دختر پسران میدونن که واسه دختربازی یا پسربازی هستش، میان اینجا به هر حال حال میکنن با هم دیگه و دور هم هستن. مهمونای ایرانی ببینید، دختره ایرانی ما همشون دماغ بالان، خدا رو شکر همشون دماغ بالان تو اینجا، ولی اما اگه مثلا مهمونی مثلا آقا ایرانی خارجی باشه، تمام دخترامون با آقا خارجی ها میرن، شما شک نکنید. یعنی شاید یکم زیاد، یعنی بیشتر از حد مجاز یکم بخورن، یکم غیرتی میشن، غیرتی بشن مثلا. آره دیگه، ناموس بازی. مثلا ایرانی همهشون چی دهنباز میمونن آقا، چی معذرت میخوام آقا، دستشون تو دستشون آقا، چی آقا تو دست خودشون بلند میشن میرن خونه هاشون. والا ما ایرانی ها من فکر میکنم اینقدر گرم و صمیمی هستیم، هر جای دنیا که باشیم ایرانی هستیم و غربتی نیست. من چیزی دیگه نمیگم، فقط میگم I love you چی ترانزیت. اوکی آقا، برفش عجیبه، دستشویش یکه، دستشویش خوبه، ما رو صحراییه، چون 7-8 سال دیگه میرسیم به نفت. های بزا فضا من شما مگه میرسیم. Hey Rıza. No no azal. چی شده؟ پدرم داره برای چی؟ داره نمیده چی؟